دوستان سلام به کانال فارسی مدیا، خوش اومدید. امیدواریم تو بهترین روزهای زندگیتون باشید. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با کمردرد صحبت کنیم و 10 عادتی که مناسبه برای درمان کمردرد. پس با فارسی مدیا همراه باشید. کمردرد یک عارضه رایج است که گاهی به راحتی قابل پیشگیری و درمان است. در این ویدیو به چند عادت ساده روزانه اشاره می‌کنیم که به درمان کمردرد کمک می‌کنند. گرچه تعیین علت کمردرد پیچیده و سخت است، اما فعالیت‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند به تسکین کمردرد کمک کند یا از بدتر شدن آن جلوگیری کند. این فعالیت‌ها فشار وارد شده به کمر را کم می‌کند، از ستون فقرات محافظت می‌کند و عضلات را تقویت می‌کند. تغییر برخی عادت‌های روزانه می‌تواند برای مدت طولانی کمردرد را کاهش دهد. در ادامه به برخی از این عادت‌ها اشاره می‌کنیم، پس با فارسی مدیا همراه باشید. مورد اول، درمان کمردرد. در زمان خواب یک بالش زیر زانوهای خود بگذارید. خوابیدن به پشت فشار زیادی به ستون فقرات وارد می کند. اگر کمی پاهایتان را بالا بگیرید، فشار وارد شده به کمرتان در هنگام خواب کمتر می شود. شما می توانید با قرار دادن بالش زیر زانوها فشار وارد شده به کمر را نصف کنید. بریم سراغ مورد دوم. در زمان کمردرد روی عضلات مرکزی یا درونی یا کور ماسکلز خود کار کنید. مزیت‌های بیشمار ورزش را همه می‌دانیم. تمرینات منظمی که بر روی عضلات مرکزی یا درونی تمرکز دارند می‌توانند خطر بروز کمردرد و آسیب‌هایی مانند کشش و گرفتگی عضلانی را کاهش دهند. سعی کنید حداقل 2 بار در هفته تمرینات تقویتی را وارد تمرینات ورزشی خود کنید تا کمر قوی‌تر و انعطاف‌پذیرتری داشته باشید. بریم سراغ مورد سوم. میزان مصرف کلسیم و ویتامین دی خود را افزایش دهید. استخوان‌های قوی می‌توانند از بروز پوکی استخوان پیشگیری کنند. پوکی استخوان یکی از رایج‌ترین علل بروز کمردرد در سنین بالاست. با مصرف کلسیم و ویتامین دی فراوان، استخوان‌های ستون فقرات خود را تقویت کنید. منابع کلسیم عبارتند از شیر، ماست، سبزیجات برگ‌سبز و مکمل‌های ویتامین. منابع ویتامین دی هم عبارتند از چربی ماهی، زرده تخم مرغ، جگر گاو و پنیر. بریم سراغ مورد چهارم، درمان کمردرد با کفش‌ها. کفش‌هایتان را عوض کنید. کفش راحت و پاشنه کوتاه بپوشید تا از بروز کمردرد پیشگیری کنید. پوشیدن کفش راحت فشار وارد شده به کمر را در هنگام ایستادن کاهش می‌دهد. کفش‌هایی که پاشنه 2.5 سانتی‌متر یا کمتری دارند، بهترین نوع کفش محسوب می‌شوند. بریم سراغ مورد پنجم، بهبود وضعیت بدن و صاف ایستادن. وضعیت مناسب بدن نه تنها باعث می شود ظاهری مناسب و درست داشته باشید، بلکه از بخش های مختلف ستون فقرات محافظت می کند و سلامت آنها را حفظ می کند تا عملکرد درستی داشته باشند. وضعیت بد بدن فشار کمر را بیشتر می کند و شکل ستون فقرات را تغییر می دهد. از گرد کردن شانه ها، خمیده شدن به جلو یا پهلو در زمان ایستادن اجتناب کنید. مورد ششم، لطفاً روی میز خودتان لم ندهید. وقتی پشت میز محل کار خود هستید، از همان تکنیک وضعیت خوب بدن استفاده کنید که در هنگام ایستادن هم رعایت می‌کنید. خیلی مهم است که وضعیت خوب بدن را حفظ کنید و از کمر خود در هنگام نشستن محافظت کنید. به ویژه اگر مدت زیادی پشت میز می‌نشینید، از یک صندلی مناسب استفاده کنید که از قسمت پایین کمر محافظت کند و مطمئن شوید که هنگام نشستن زانوهایتان کمی بالاتر از رانهایتان قرار می‌گیرد. بریم سراغ مورد بعدی، اجتناب از نشستن‌های بد فرم. چه پشت میز محل کار خود هستید یا در مهمانی، از نشستن به حالت نامناسب یا ایستادن برای مدت طولانی اجتناب کنید. در اطراف اتاق راه بروید تا از وارد شدن فشار به ستون فقرات جلوگیری کنید. اگر برای مدت طولانی در یک نقطه بایستید، به ستون فقرات آسیب وارد می‌کنید. بریم سراغ مورد بعدی، سیگار را ترک کنید. همه ما می‌دانیم سیگار کشیدن یک خطر جدی برای سلامت محسوب می‌شود و افراد سیگاری بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به کمردرد هستند. علت اینکه سیگار باعث کمردرد می‌شود این است که نیکوتین گردش خون را به دیسک‌های موجود در ستون فقرات کاهش می‌دهد. این مسئله باعث خشک شدن دیسک‌ها شده و منجر به ترک خوردگی یا شکستگی آنها می‌شود. به علاوه سیگار کشیدن میزان اکسیژن موجود در خون را کاهش می‌دهد که تغذیه عضلات و تاندون‌های کمر را مختل می‌کند. کمر ضعیف و ناسالم نسبت به فشارهای تصادفی حساس‌تر بوده و درد را در پی خواهد داشت. بریم سراغ مورد نهم، بار سبکتر حمل کنید. بلند کردن بار سنگین یا نامناسب یکی از شایع‌ترین علل کمردرد محسوب می‌شود، اما این اتفاق تنها برای افرادی که جعبه سنگین بلند می‌کنند رخ نمی‌دهد. حمل وسایلی مانند کیف لپتاپ، چمدان،
دوربین یا خریدهایی که از فروشگاه کرده اید باعث وارد شدن فشار به کمر می شود. اگر ممکن است وزن باری که حمل می کنید را کاهش دهید و سعی کنید سنگینی ناشی از بار به طور مساوی به هر دو شانه وارد شود و یا حمل بار به وسیله شانه هایتان را عوض کنید. بریم سراغ مورد آخر، حرکات کششی. نشستن، ایستادن یا دراز کشیدن برای مدت طولانی اصلا برای کمر خوب نیست. هر زمان ممکن است برخواسته و قدم بزنید و چند حرکت ساده کششی انجام دهید تا فشار وارد شده به کمر کاهش پیدا کند. به این ترتیب گردش خون به کمر بهبود پیدا می کند. به علاوه انجام حرکات کششی ساده می تواند هر گونه درد ناشی از عدم تحرک را نیز بهبود ببخشد. خیلی ممنونم که با فارسی مدیا همراه بودید. لطفاً تیم ما را سابسکرایب کنید. شب و روزتون خوش.